دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روز 19 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. دیروز ما شما روی اضافه کردن امپلایی در برنامه کویک بوکس و اد کردن بیسیک امپلایی انفورمیشن در برنامه کویک بوکس صحبت کردید. امروز روی اضافه کردن امپلایز امپلایمنت انفورمیشن صحبت میکنیم. خب به خاطر از این میم روی اینمی امپلایی که دینا روز ما ای را اضافه کردیم رایت کلیک میکنیم و ایدیت میگیم. ما در ریکارد قبلی روی پرسنل انفورمیشن ادرس این کانتاکت دیتیل و ادیشنل انفورمیشن صحبت کردیم. امروز روی امپلایمنت انفورمیشن صحبت میکنیم. اولین تابیکی در بخش امپلایمنت انفورمیشن از همراه ما به نام امپلایمنت یاد میشن. خب اینی کارمندی که به نام سرباز صافی هستن، ای را ما شما به کدام تاریخ هایر کردیم دی دفتر گرفتیم. میگم دمای پنجمی تاریخی دومی 2020 ما ای را چی کردیم؟ هایر کردیم. صحیح سی را هایر کردیم. اوریجنال هایر دیت دا اوریجنال زیادتر وقت که هست هایر دیت و اوریجنال هایر دیت که هست یا یکسان می باشه. اگر بین هایر دیت و اوریجنال هایر دیت تفاوت داشته باشه میتونن که تاریخ متفاوت شی نوشته کن. به این معنی که مثلا ما امروز یک کارمند خود زنگ زدیم که بیادر شما بیاین دفتر که کلی گواهیش خلاص شده، لانگ لیست و شارت لیست و اینترویو و ریتن تست کلی چیزایش خلاص شده، اینا ما هایر میکنیم. امروز خواستیم میره قرارداد همراهش امضا کردیم، گفتیم که از سبا یا مثلا دفته آینده تو امرای ما چیستی به حیث کارمند وظیفه را شروع بکنیم. بخیر اینالی هایر ریت ازی که هست مثلا تاریخی ده است، مگم اوریجنال هایر ریت ازی که هست تاریخی 15 است. به خاطر ازی که این نفر ما اصلا که از دینمی تاریخ کار امرای ما شروع کرده و ما یه را هایر کردیم به تاریخ ده، ببخشین ای باید اوریجنال هایر ریت باید متفاوت بایی باشه. مثلا اینجا نوشته کردیم که ده و اینجا نوشته میکنیم 5. متوجه هستین؟ یعنی به تاریخ 5 ما امرایزی صحبت کردیم اوریجنال هایر ریت و ای را هایر کردیم بینمی تاریخ. هایر ریت شود بی گریتر دین اور ایکوال تو اوریجنال هایر ریت. سلکو ای را ایمایش از پیش مانده ای را 5 گرفتیم. یعنی به تاریخ 5 مای 5 2020 ما امرایزی که حب زدیم قرارداد امضا شد و ای کارش خود آغاز کرد از تاریخ 2 مای 5 سال 2020. ای تفاوت است. زیادتر وقتی یکسان می باشه که مثل پیشتر کویک بوکس پیام هم داد که این تاریخ باید اوریجنال هایر ریت باید یا مساوی باشه بایی و یا هم کمتر باشه از این. مثل که شما اینجا می بینید کمتر از ایست. بر صورت دیگر که است ادجستد سرویس دیت. اگر شما متوجه باشین هر کارمندی که دیگه داره استخدام میشه او ارزیابی مهم میشه و کارمند. مثلا ارزیابی بعد از 3 ماه که است کارمند چی میشه؟ ارزیابی میشه. یک در اول سال است و یک در آخر سال است. اول سال که است بعد از 3 ماه میشه و در آخر سال که است وقتی که یک سالش پوره شد باز هم چی میشه؟ یک ارزیابی میشه. در اینجا ما و شما اونو تاریخ ارزیابی ازی کارمند نوشته میکنیم که مثلا ادجست سرویس دیت ازی کدام تاریخ است نوشته میکنیم. و دیگه مهم نیست حالا اگر نوشته میکنیم نوشته کنیم اگر نوشته میکنیم فرق نمیکنه. دیگه ریلیز دیت یا لاست دیت آن پیرول. وقتی که ما شما به اینمی کارمند ماش میدیم، صحیحستا ماش که میدیم امو ماش تاریخ اخیری ماش ازو کدام تاریخ است او رو شما در این قسمت نوشته میکنیم. هر تاریخ که باشه مثلا ما میگیم که این نفر امرای ما فقط تقریبا 6 ماه کار کردن، مای پنجم 5 ماه کار کردن، مای پنجم ای رو ما هایر کردیم، تاریخ اخیری ازی که است مای دوم، تاریخ 4 تاریخ 9 2020 است، یعنی last date on the payroll. تا اینمی تاریخ که است این نفر امرای ما شما پیرول میگیره و از او بعد پیرول نمیگیره. صحیح شد؟ دیگه این last date on payroll است. ای را میشه مثلا متفاوت هم نوشته کنین، کم نوشته کنین، زیاد نوشته کنین، مشکل نداره. مثلا ما ای را چی گرفتم؟ مثلا مای نوم گرفتم، هم فرق نمیکنه. در اینجا یک پیام برای ما میتن
The release date tells QuickBooks when to remove an employee from the enter payroll information. متوجه هستین مثل که بیشتر گفتم. تا کدام تاریخ ای کارمند امرای ما مثلا ماش میگیره و از کدام تاریخ از او تاریخ به بعد که از ای کارمند مستحق ماش نمیشه. ما این را انتخاب کردیم. صحیح شد؟ مای نومی تاریخ نومی 2020. یعنی 4 ماه این نفر امرای ما کار میکنه، از بعد از 4 ماه که این نفر امرای ما دیگه کارمند نیست و تا این تاریخ باید پیرول بر از او پرین شوه، از او بعد پرین نشوه، این مستحق ماش نمیشه امرای ما. شما دیگه میام دی طرف نوشته کده جاب دیتایل، این نفر چی کار است؟ امرای ما ای آی تی آفیسر است. به طور مثال سوپروایزر از کیستا نام زور نوشته میکنیم، میشه که مثلا یک امپلای دیگه تان باشه، پیش ما یک امپلای است سرباز صفحه ای نمیست. اگر دیگه کدام کارمند است، مثلا ما یک کارمند دیگر اضافه میکنیم به نام چی؟ به نام اجمل همدرد ایره نوشته کردیم. این چون ما ایره اضافه نکردیم، وقتی که انتر کلیک میکنیم برای ما میگه ایمپلای اینمی کسی را که تو اد کردی در کوی بوک اد نیست، میخوای ایره اد کنیم، میگم کویک اد کو، ستاپ نمیکنیم کویک اد کو. ایره کویک آرت که گفتیم این نفر امرای ما چی شد؟ آرت شد. صحیح است، ادر نیم آرت شد. باید اصلا این نفر دیگه ما در ایمپلای آرت میکردیم، چون یه ایمپلای ما شما سج مال هم داد. این سوپروایزر از این نفر هستن. مربوط کدام دیپارتمنت میشه؟ مربوط آی تی دیپارتمنت میشه این نفر امرای ما کار میکنه. دیگه دسکریپشن چیز معلومات نوشته میکنه، نوشته کو اگه نوشته نمیگیری نیاز نیست. تارگت بونس، اگر ما به کارمند مثلا بونس میدیم، صحیح است، پول اضافه، اما حد اخیری تارگت اخیری از بونس چقدر است؟ مثلا ما میگیم که تا 5000 ما میتونیم که کارمند بونس بدیم، تارگت اخیریش اینقدر است. دیگه ای کارمند ما شما که هستن چی قسم کارمند است؟ امپلایمنت تایپ که هستن، کارمند روزمره میه، رگولر کارمند ما شما است، اونر است این نفر، یا آفیسر است، یا چیست؟ میگیم کارمند روزمره ما است، روزمره میره مثل یک کارمند عادی واری. صحیح است. ای فول تایم کار میکنه یا پارت تایم کار میکنه؟ میگم فول تایم کار میکنه، پارت تایم کار نمیکنه. اگه ای کارمند ما سیزنال کارمند است، مثلا کارمندی که ای در خارج زیاد تطبیق میشه، در افغانستان نیست که مثلا در زمستان کار میکنه، در تابستان نیست، ای رو به نام سیزنال یا امپلای یاد میکنه. میگم نه، اگه یس هست باشه، یس انتخاب، اگه نیست هیچ. از ای کارمند ما شما مالیه میگیریم، اگزمپت است یا نان اگزمپت است؟ اگه اگزمپت کلیک کردی به این معنی که مالیه پرداخت نمیکنه، از مالیه معاف است. اگر نان اگزمپت کلیک کردی به این معنی که مالیه پرداخت میکنه. اینمی کارمندیت که است، کدام کارمند مهم است، یعنی کی امپلایمنت است، امپلایی است یا نیست؟ میگم بله، کارمند ما که است مهم است، بخشی آی تی کارمند. اگر نباشه نو انتخاب کو، چون آی تی منیجر ما داریم به نام اجمل همدرد که سوپروایزر از آی تی آفیسر هستن، به او خاطر این قدر مهم نیست. بعد از اینکه از لیو آف ابسنس یا رخصتی هایی که این نفر گرفته یا رخصتی هایی که کده راجع به زمان معلوماتش اضافه میکنیم، این نفر اگر رخصتی گرفته باشه، لیو دیت سمون تاریخ شده از این تاریخ نوشت، اینجا نوشته میکنین شما ستار دیت. از این مثلا ما میگم که در مای تقریبا اکتوبر که از تاریخ ده این رخصتی گرفت، صحیح است، و این میگفت که ما تاریخ 20 پس میایم اکتوبر، تاریخ ده رخصتی گرفت و گفت که تاریخ 15 پس میایم، صحیح است. مگر متاسفانه اکچوال ریترن دیت این نفر که است به تاریخ 15 نامد، به تاریخ 20 مای اکتوبر آمد. صحیح است. ای گفت که ما رخصتی گرفت به تاریخ 10 مای دوم، نه مای نوم، به خاطر از اینکه اوجا ما مای 8 انتخاب میکنیم، فرض مثال مای 8 انتخاب میکنیم، یا اینمی مای سپتامبر میگیرم، میگم تاریخ 10 گفت که ما رخصتی میگیرم. صحیح است. تاریخ 10 گفت رخصتی میگیرم، این به خاطر از این تغییر دارم که بایی یک متفاوت باشن. صحیح است؟ این باید چی باشن؟ این باید متفاوت باشن. اینجا سل کنین، اینجا ما نوشته کردیم که تاریخ استخدام ازی چند است؟ تاریخ استخدام این نفر که است؟ جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، 5 است. اینجا می هم این را چی میکنیم؟ پیش میبریم. میگم این نفر در جولای ده گفت که ما رخصتی گرفت این نفر، و این نفر گفت که ما در تاریخ 15 جولای پس میایم. صحیح است، جولای انتخاب کردیم. متاسفانه این نفر که است آمد در تاریخ 20 جولای. صحیح شد، در این تاریخ رخصتی گرفت، گفت میایم به این تاریخ، در این تاریخ نامد، 5 روز دیگه هم چی کرد؟ اضافه رخصتی کرد. صحیح است، این 5 روز دیگه که اضافه رخصتی کردم، این پول از این میتین شما یا نمیتین لیف پید؟ اگه یه انتخاب کردی پید میشه، اگه نو انتخاب کردی نمیشه پیدا، یعنی پیش خود یک ریکارد شما ثبت میکنید. دیگه این رخصتی از چه قسم رخصتی بود؟ انوال بود، سیک لیو بود، چه رقم؟ میگم که رخصتی از انوال لیو بود،
لیو دیتایلش نوشتم میکنن. ریزن ازی چیستم؟ مثلا به خاطر انترتایمنت سیستم انترتایمنت یا چیز دیگر چی که هستم مثلا او رو نوشتم میکنن. چرا رخصتی گرفت؟ به خاطر ازمی اگر مثلا دیگر کدام انوال لیو گرفته یا دیگر سک لیو گرفته او رو نوشتم میکنن شما در اینجا. پس ای بود معلوماتی لیو آف ابسنس رخصتی که نفر گرفتم. دیگر امرای ما ترمنیشن است. اگر این نفر ای ترمنیشن زیادتر ما شما در آخری امپلایمنت یا کارمندی حساب میکنیم. وقتی که یک کارمند امرای ما از دفتر ما میره کارش تمام میشه بر روزی رو ما شما در اینجا ارد میکنیم. دوال نیاز نیست. انالی اگر تو میخوای که مثلا از امی الارد کنی هم مشکل نیست. نوشته میکنیم که مثلا ترمنیشن دیتس این نفر با کدام تاریخ که است مثلا امرای ما خدافیزی کرد یعنی کار علاقه دفتر ما را. Last day worked ای روز اخیری که امرای ما کار کرده اینجا ما نوشته کردیم. سلکو ریلیز دیت و اینمیدیت باید یک چیز باشه. مای نومه تاریخ نومه 2020 میگم که اخیری تاریخی که امرای ما کار کرد مای نومه تاریخی نومه 2020 است. صحیحه. لاست دی آن بنفیت تا کدام تاریخی میتونه که مثلا پولی چیز بنفیت بنفیتایی که در دفتر است یا دفتر بر ازو اساین کرده ازو استفاده کنه میگم از این تاریخی مای نوم تاریخ نومه 2020 صحیح است. دیگه بعد از لاست دی آن پیرول ایره خواهد میگه خودش مستقیم میگیره که ما شما در اینجا چیز رد کردیم. یعنی این معلومات عزیز که اگر کارمند از پی شما رفت اون معلوماتش در اینجا نوشته میکنی یا در اول که از شما ایره اضافه کده میتونید که کارمند در کدام تاریخ از دفتر ما خارج میشه یعنی قراردادش با دفتر ما تمام میشه. با مشکل دیگه که هست ترمینیشن دیتیل. اگر کارمند ترمینیت شده چرا ترمینیت شده؟ ترمینیشن تایپ ازی چرا از دفتر مثلا وظیفه از دفتر اجازه رخصت داده شده برازی میگم که به خاطر از اینکه اند اف کانترکت قراردادش پوره شد ما این را چی کردیم ترمینیت کردیم رخصت کردیم. خب ترمینیشن ریزن بازی این را میجه کپی میکنم پیست میکنم قراردادش خلاص شد ریزنش اینه میست که ما قدازی نفر قراردادش خلاص شد و این را رخصت کردیم. دیگه ریکامندد ری هایر ای شما این را ریکامند میکنین که اگر باز امکانات فرصت کاری در دفتر شما پیدا شوی را هایر کنین میگم بله صحیح سیره بله انتخاب کردیم. دیگه که هسته پروتست انیمپلایمنت اگر شما وقتی که شما ای را انیمپلای کردیم مثلا قراردادش پوره شد ایره جواب دادیم آیا کدام شکایت چیزی کرد به خاطر انیمپلایمنت از این نه خود از این نفر نه نکردم. ای دیگه که هسته این معلوماتم که هست یک معلومات اضافی اگر راجع به کارمند خودت میخوای ارد کنی ارد کده میتونی. خود زیادتری از اپشن ها که شما میبینین در اینجا اپلیکبل نیست امرای ما شما هیچ زیادتر از این تطبیق نمیشه. بعد از وقتی که معلومات شما کلش ارد کردین این ضروری نیست کل از این شما ارد کردین. خب بخاطر از اینکه شما بفهم ما ایره بیشتر از یاره صحبت کردیم تشریح کردم براتون. بعد از اینکه اوکی کلیک کردین وقتی که اوکی کلیک کردی به خاطر از اینکه پیرول امپلای انفورمیشن ما ارد نکردیم باز برای یک مسج میتن اوکی کلیک کو ببخشین مسج نداد به خاطر از این نداد که دفعه اول نیست. دفعه اول که است وقتی که امپلای ارد میکنین پیرول انفورمیشنش ارد نکنین برای ما مسج میتا. اینو شما دیدین که امپلای ما که قسمی که شما دیدین قبلا ما ایر ارد کرده بودیم دیگه معلوماتش که به نام امپلایمنت انفورمیشن بود او را هم ارد کردیم. به این شکل شما میتونین که امپلایمنت انفورمیشن هر کارمند در برنامه کویک بوکس شما او را اضافه کنین.